سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همچی کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. ریاکشن و دیسترک هستش. بله، مشکی دیسترکی داده به آشنا با موزیک ویدیو. قبلا دیده بودیم که یه دموتور یه قسمتش اجرا کرده بود، تو اینستاگرامش گذاشته بود که حتی تو یکی از ویدیوهاش پوریا پوتک گذاشته بود، مثل اینکه کامل همونه. میخوایم با هم بریم گوش کنیم ببینیم چیکار کرده دیگه. این روزها همه همو دیس میکنن، بچهای جدید بگیر تا بچهای قدیم، ذات راپ دیگه، رقابت توش هست. خلاصه میخوایم با هم بریم ببینیم. اما قبل از هر چیز یاد بشه حتما کانال رو سابسکرایب کنی، اگه از ویدیو خوشت اومد لایک کن و به اشتراک بذار، اگه حال نکردی دیسلایک کن و دلیلشو بنویس. این که قیافت زشته دلیل منطقی نیست، دلیل منطقی. بریم که با همین ریاکشن ویدیو رو داشته باشیم. مشکی با کت شلوار مشکی، یه ماشین رو پشتش میسوخت. جلوه ویژه، اوکی. فیرستال معروفه، یکی از فیرستال معروفه های آشنایی که تو شمه اینکو برعکس میذاشت. بیا برو ببینم 7-8-6 چیه. همین اول کاری بگم که دیده شدن تو سر بونجوری یه قلم اتفاضشون اگر چون اینجا مغز فقیرن و هرچی ارزون تر باشی ترندت کنن این آدم های جاهل و مریض دادش تو این فلوئنسری ننگ سوپری رو همه شرا تو خالی و پوچه نداری برو هنری من تو فلوی خودت تو 4000 برابر قوی تر اجرا میکنم که بشه کامل و جدید و میگه نسل جدید و بستم دیگه اسمم تو پستاشین هشتگ بشه ولی رفت دنی مامانگی نخبندیه مثل گیوتین قطع بشه کردن زیرش دیدیمت به لطف فضلالله بخوری نکنه طرف ما عبدالله من خودمه که بشه بوت همه جدید و بوت بشکنم جلو چش خلق الله علی دبیری تو خود چی این یارو ویدیوهای بالا کار کردن و اومده همون اومدیم همون لوکت دیگه داشتین اینجا اجرا می‌کردیم اینا تو اینجا مشخص بود اینا قبلا دیده بودیم ولی این نکتهش بال بود که خدامه که بوت بشی که بیام بشونمت بوت شکن باشه عبدالله من خدامه که بشی بوت همه جدید و بوت بشکنم جلو چش خلق الله علی دبیری تو خوی مالی کونی خون دست فاتو میزنم بت بگن لولیتا لایفت کوچر اینو موزیکات تا اگه پخش بشه از چنل کوریوان رو بیتا مان تافل هام اسمی روحیات بار کو قشنه بگو چنگیر با یه میل فالوور هنو فیدی ارزونی اینو جنسای منفی. اوکی خب این پسری که تو اینستاگرام فعاله دیگه، اشاره که گفت تو چیزی دیگه، اینفلوئنسری دیگه، اسم کریمی بود فکر کنم، اونم یعنی عکس اونم گذاشت و اینا اونجوری اشاره میکرد میگه ارزونتری مثل یعنی ارزونی مثل جنسای منفیس که احتمالاً دیدینش تو فید اینستاگرام که لباسش رو تبلیغ میکنه خیلی ارزونه اینا، پسر موهاش فرفری و اینا. آخ این خورد تو صورت و اینها. به اون اشاره کرد یه چیزی گفت یادم را آها و اینم میگم حالا اینستاگرام یه میلی ولی فیدی چون مانتل لیستینرشون چون داد مثلا پنکه کارت هم حتی اگه از چنل کوری بیاد باز فید و اکسیر و اینو موزیکات حتی اگه پخش بشه از چنل کوریوان رو بیتا مانتافل هم اسمی روحیات بار کو قشنه بگو چنگیر با یه میفالو بر هنو فیدی ارزونی اینو جنسای منفی تو رو کنا دنبالت بکنه منو بارا باس تو یه جاکشی اینو جبا ما ویو بهت میدم چنلت بشه مانتای چون که خدا روزی رسون حتی به چغالا ای آجی هارش اومده جاوا ما که گفت اون مثل اونجا که شینا یه فیلم کنم اگه شما کنم یه پلتفرمیه یه حالت اپوسایتیه که ویلا میتونی کرایه بکنی و این حرفا اشاره به اون برهنو فیدی ارزونی اینو جنسای منفی تو رو کنو دنبالت بکنه منو بارا باس تو یه جاکشی اینو جبا ما ویو بهت میدم که چنلت بشه مانتای چون که خدا رو زیرسون حتی به چغالا اینه خدا رو زیرسون حتی به چغالاتور اونا دنبال میکنن. داداش ما هم دیست کردی دیگه، ما هم آشنا رو دنبال میکنیم دیگه داداشم، فالوش داریم ما هم یعنی چی اصلا چی همه رو حالا ما رو پلیس دنبال میکنه. حالا تو ایران چون کار سیاسی هم کرده و اینا تو رو اوکی دفعه خوره کار نکنین و تکذیب چاقی تو قلب یه ایرانی ما تندیس داریم هم بچه که میکردم شمشیر بازی حالا تخت دارید بیاید با ما درگیر باشید تکذیب و گفت عکس اشکان خطیبی رو زد بعد از اون آهنگ تکذیب میکنم اشکان خطیبی جناب سروشی پاپولوژیست کلا یه لفظ شدیم. من خودم هرچی میخوام بگم تکذیب میخوام بگم میگم اشکان خطیبی. ایرانی ما تندیس داریم هم بچه که میکردم شمشیر بازی حالا تخت دارید بیاید با ما درگیر باشید کزخار اون که میگه برتر از ماست و سرپرستی واسه سرپلش دام از زبونم عربه و دستم هم داست دستات میافتن از لطفات امیده کنات و مثل زیبایید با مامانت کاری ندارم از سر بیماری. چی کار به ما دوست این لفظ اینو دوست داشتم اینو دوست داشتم دیس وقت تو اوج این که کاری به این کارا نداره بر بخوره به آدم میدونی از سر بیماری
چه بیمار چه غیر بیمار چه هر چیزی حرمت داره نباید بری سمت اون مسئله. این یکی خط قرمز من اینو نبودم. دو نمره من دستات میافتن از تپوس میده کونو تو مثل زیبایید با مامانت کاری ندارم از سر بیماریش فشه مشکینو یا به دقیقه مثل ریتالیم ولی تو که دم دستی مثل گوشی شیامید چلو مخ میده کونو من دست کم پیدا میشم اینا این ریتالیم تو ریتالیم که تو ایران زیاده. یه ناصر خسرو بری یه داد بزنی ریتالیم پنج نفر میان میگن سوپر باسو سوپر باسو دارو دارو سوپر باسو دارو گیرت میاد اونجا مشکل نره. ولی حالا کمیاب هم مثل ریتالین تو دم دستی این گوشی شیائومی که همش اشاره میکنه گوشی شیائومیه فکر میکنم یه اینجوری حالتی مثلا تو رفتی واسه بچه کار اینا گوشی دم دستی ساده داری شیائومی میدونی اینجوری بیماریش بچه مشکینو یا به دقیقه مثل ریتالین ولی تو که دم دستی مثل گوش شیامیت حالا خوب لقه اونا که نسل پنجن اصلا نمیشه منو با اینا جمع ببندن. ببین هر کی میگه نسل پنج داریم حالا شاید یکی خودش رپر میخواد یه چیزی بگه یه لفظی بیاره خودش رو جدا کنه بگه ولی کسی که اینو اکسپت میکنن یا راجبش حرف میزنن واقعا احمقن. 3 سال به زور داره پر میشه نسل 4 یعنی نسل 4 4 ساله شروع شده ولی اینکه اوج گرفتن اینا هلوش 3 ساله که معروف شدن مثلا ترکید و اینا چجوری تو 3 سال نسل جدید میاد و ساند جدید هنوز نیومده که نسل 4 هم خودش با دیریل حالا خیلی شناخته میشد و اینا چجوری میشه نسل بعدی؟ مثل اینی که مثلا یکی هنوز به بلوغ نرسیده به بلوغ چیه 10 سالش نشده بگی نسل بعد اینا اومد نمیشه که همچی چیزی. نسل 5 کجای اصلا چجوری نسل 5؟ حالا درسته خیلی ها نمیدونن چی شد نسل بندی اتفاق افتاد ولی اینکه دیگه هر جا رو گیر کردیم یه نسلی الکی ول بدیم که خودش یه موجی بسازه که نمیشه. این چی میگم و بخوای از این چیز بگیم نسل 5 نداریم نه ساند جدیدی ما داریم الان اضافه شده از زمان نسل 4 نه اصلا تایمی خیلی گذشته نسل 4 که نسل بعدی اومدن و میگم اصلا به سن بندی ربطی نداره چون اگه به سن بندی بود که سروش و پوری اصلا مال نسل 2 حساب میشن اصلا اینکه چه تایمی به دنیا اومدی ربطی نداره که الان چون مثلا ما ورودی دهه 8 شدیم نسل جدید اگه اینجوری شد که ما از نسل 1 دهه 60 بودن اکثرا به اینور یه نسل داشتیم که 8 شدیا تازه دارم میان تازه داریم میریم تو نسل 3 پس میگیری چی دارم میگم غلطه این اصلا این موضوع نسل 5 اصلا نداری بالا خوب لقه اونا که نسل پنجن اصلا نمیشه منو با اینا جمع ببندن میشه فکت هم کچ مثل پشو پشت سرت باد کنی میکنم بگیری زخم بسته هر خفه خوب ویدیوی گذاشت مگرگر و جوزف آلدو بود اگه اشتباه نکنم یکی از سری ترین ناکاتوه آره دیگه چیز بود دیگه یو اف سی زد همونو افتاد فکت جم گفت زیر تونه بانکی دو با اینا جمع ببندن میشه فکت هم کچ مثل پشو پشت سرت باد کاری میکنم بگیری زخم بسته هر خفه خونی وقتی دنی پای کارشه بیشتر دی صدا فجر نگه تو داره جازه به دلیل بالا اومدن هم بوده جنم و خویم دلیل بالا اومدن تو هم چاک دافت فیلم تخش میشه مثل بینی کنی اینو میتونیم فک برداشت کنیم چون چیزی که باشه اشنا خیلی ترکید این یه آهنگ نیستی سه دوست دخترمه بود و ما با پیکنیک اون اومدیم چون تو ایران اون تو اوج اون کارا کار سیاسی داد ولی تو چاک دافت خود آشنا هم تو آهنگه میگفت دیگه میگفت انقدر نودتو پست کردی حتی اگه صورتت هم بسوزه میشناسنه در چاک سینت همینجا به اون یه اشاره میکنه اوکی. دلیل بالا اومدنم بوده جنم و خویم دلیل بالا اومدن تو هم چاک دافت فیلم تخش میشه مثل بینی کامینگ زون گالتم پانجام توت میره فاکینگ گود توی فنجی تو جنگل شهر بود من از تو دروغشو گاییدم رابین هود لابلا رای مود نداری یه نصف پانچ منو یا فس یا اسلاتم چرت فاش نداری نصف پانچ رو دیگه داداش تا اینجا خوب اومدی مشکی من خیلی دوستش دارم ولی این فکت نیست اگه بگی پانچ نداره آشنا واقعا این فکت نیست این واقعا فکت نیست کاش اینم چون تا اینجا اکثر چیزایی که داشت میگفت بجز اون حالا داستان بیماری و اینا که نبودم اکثرا داشت چیزایی که میگفت حالا چیزایی بود که دیده بودیم و اینا این یکی ولی نه دیگه دیگه وقتی ببینی آشنا رو اون همه پانچ حالا نمیدونم شاید تو موزیکاش بگه مثلا موزیک عاشقانه که خونده بود اینا ولی تو فری استایلش واقعا یکی از پرپانچ تریناس تو قلماش موقعشو گاییدم رابین هود لابلا رای مود نداری یه نصف پانچ منو یا فس یا اسلاتم چرت فاش داشتی ریز میبینم چون تو ارتفام دیگه زیده این فالشه رو این فکته مخصم اونجایی که میخواد ملودی اینا بخونه فالشه نداری یه نصف پانچ منو یا فس یا اسلاتم چرت فاش داشتی ریز میبینم چون تو ارتفام دیگه زیده میبینم چون ازدواج چی شده اولی پزت خوابید من چهر میدم همتون رو برشکاری اکبودی یه دوره چشه آقازاده معلومه کیه که افتاده به خود ارزایی ای خب این یادش بخواه این یکی از اون
کاری بود که کوکتل فری استایل بود پخش نشد، ولی خب بعدن توی کار دیگه استفاده کردم، گفتش که توی سنی دارم ترک میدم که هم سنام افتادم به خود ارضایی. میگه از کبودی زیر چشت معلومه که افتاده به خود ارضایی. خیلی وقتم اصلا اون دو سال هست داره مشکی کار میده و اینا دیگه، اونم تو همون حدود سنا، سن چیزم ده هشتادیه مشکم اگه شما نکنم پایینه دیگه. خیلی آرشه، خیلی آرشه. اینجا هم عددا رو 81 هم یکم تو 80 این خیلی بالود آقا، من که هدفون ندارم، یه دقیقه باشی. خب شنیدیم ما هم آلتیماتوم، اگه شما نکنم مثلا اسمی ترک رو نگفتیم، ما همچون رفتیم تو ریاکشن اسمش آلتیماتوم بود. بله آلتیماتوم داشتیم که آقا دفعه آخره میام میگم دفعه بعد آره دیگه شنیدیم. هارش ضربان قلبم رفت بالا، خیلی باحال بود. حالا با این ویدیوشی که نگاه میکردی، این که میتونست کیفیت بهتری داشته باشه و لحاظ کیفی بهتر باشه رو خب میدیدیم لحاظ کوالیتی، اما خیلی وقت گذاشته بودن، ایده های باحال بود و با خیلی باحال درش آورده بودن. حالا انتظارمون الان توی موزیک ویدیوهایی که خب توی حالا از رپ فارسی هست بالاه. اگه مثلا قدیم تر بود خب همه پشمامو میریخ، الان هم خیلی خفن بود، ایده ها باحال، کار کرده بودن، وقت گذاشته بودن، خیلی جذاب بود. خسته نباشید میگم بهشون، خیلی باحال در آورده بودن. خب لحاظ کوالیتی آدم خب الان دوره از رپ فارسیه که کوالیتی بالاتر میخوایم، ولی خب مشخصا جلوه ویژو اینا هم که اصلا رفتن سمت این کار، این خودش سردرد عجیبی میخواد که بری اصلا این کار بوک کنی میدونی، و خیلی هم تمیز در اومده بود. در نهایت آهنگم که باحال بود مثل همیشه، هارش فلوهای خوب، خوشگل، تمیز. یه دوتا نکته داشت که الان قسمت مادر بشه شکمی، باید یه جوری باشه دیسک بهت بر بخوره، اگه بر بخوره که باحال. کارگردانی هم باحال بود و حتی مثلا اون یه تیکایی که آشنا رو رفتن درگارو جرو کردن رفتن تو صحنه ای بود که آشنا اونجا ضبط کرده بود و یکی حالا شکلش در آورده بودن و بعد رو ریتم مش می‌زدنش، این قسمت پارودی باحالی بود اونجا، و چه از لحاظ پروداکشن و اینا کار تمیزی در آورده بودن که باحال بود، ایده های جذابی داشت، لذت بردم. حالا بعد ببینیم چجوری میشه، آشنا یا جواب میده یا نه. اما در کل آشنا به نظرم تو موزیک دادن خب فعلا هنوز ازش چیز خاصی ندیدیم به اون شکل، اما تو فریستایل واقعا خوبه، قلم خوبی داره، پانچ خوبی داره، اما خب تو موزیک دادن و اینها مشکی خب نشون داده خودش رو دیگه، تو الان موزیکای خوبی رو داده و ترکونده. یه نکته جالبی وسط من و آشنا مشکی، 4 سال هم من کوچیک‌تره، 4 سال آشنا اومد، ولی آره تو این سنم البته ببین یه داستانی هست، من میگم ولی میگم سن دیگه مهم نیست فلان اینا، نه اینو آدمایی میگن که خودشون تا یه سن خیلی زیادی هیچی نشدن میدونی، ولی اینکه ببین تجربه ملاک استعدادتو نشون میده که آقا تو با توجه به چه تجربه ای که داشتی چیکار کردی و تو اون سن کمه تو الان چه تجربیاتی به دست آوردی. یکی که خب از 10 سالگی تو استودیو اولین آهنگشو 10 سالگی ضبط کرده، خب این 12 سالگی ترک خوب بده عادیه، ولی یکی که مثلا یک سال گذشته مثلا ما داریم میبینیمش که بدون امکانات تا
الان داشته مثلا اجرا میکرده، الان رفته تو پشت میکروفون و میخواد آهنگ بده، اینها اونجا این فرق است. میبینی چی میگم؟ که تو این سن کم رفته و قله های مختلفی رو میخواد ببینه و چیز کنه، کشف کنه. میگیری چی میگم؟ این نکته جذاب داستانه که توی سن کم بد میبینی. بعضی هم هستن خب توی سن کم آهنگ هم زیاد دارن، آهنگ شاید پرودوسر خوب داشته باشن یا خوب وکال خوب ضبط کنن، اما اصلا این تکست مثلا اینجوری که اصلا چی نوشتی؟ میگیری چی میگم؟ خب اینجا فرق اون که یه کسی توی سن پایین و جایگاهش استعداد داره یا نه نمایش داده میشه. که ببین اینجوری بهت بگم، مثلا رونالدینیو خب کسی بود که باشگاه نرفته بود، تو حالا با پشم گوسفند تمرین میکرد، هر کی اینو میگه واه حاجی این تو این سن داره چیکار میکنه. حالا شاید مسی هم تو اون سن داشت تو مثلا باشگاه بارسلونا یه کارایی میکرد، ولی اون تا حالا زمین چمن نرفته بود. میگیری چی میگم؟ فرق اینجاست و این اینو نشون میده. خلاصه که سرتون واسه هر چیزی درد میکنه برید دنبالش و همه چیتون رو براش بذارید که مطمئن باشید به نتیجه میرسه. بچه‌ای هم که الان توی رپ فارسی هستن جدید و که دارن دونه دونه میان و تو اون مرحله اثبات و اینن که یاد بگیرن بیشتر و تجربه کنن و خودشونو پیدا کنن، صداشونو و اون فرم خودشونو، خیلی دوره باحالی. الان هم مشکی خفنه، هم پیاده خفنه، هم آشنا خفنه، هم پابلو خفنه، فریانگ خفنه. بچه های هستن که نسبتاً سنی همشون توی فهم کنم همه دهه 80 ان و جذاب داره میره جلو. مطمئناً همه اینها خوشگل رقم میزنن یه سری چیزا رو. و نکته جالبش هم اینه که از الان با هم درگیرن که حالا همین یکی دو سالای اولشون هست و این رقابته شاید باعث بشه که بهتر بشن، بخوان از هم جلو بزنن. خب رقابت هم اگه نتونی هندل کنی ممکنه حذف بشی، ولی خب این سوختی که بهت میده واسه اینکه بهتر بشی، سردردی که بهت میده باحاله. در کل کارا باحال بود، خسته نباشید، میگم ایشون لذت بردم. یه حالت خاص خیلی خاص خودشونو دارن رسا و مشکی که این جذاب و امضاشون رو جای دیگه نمیبینیم. حالا شاید بعضی جا مثلا لحاظ بیت و اینا مثلا یه کوچولو شاید مثلا ساندای قدیمی تر باشه فلان و اینا، ولی در کل جذابن، امضاشون رو دوست دارم. خب هرچی هم بچه‌ها برن جلوتر 100% پخته تر میشن تو داستان خودشون. این بود از این نظر شما چیه، مشکی یا آشنا یا پیاده هستن؟ بنویسید ببینیم که چه جوری هست. ویدیو بعدی امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. سی یو سون.